در حاشیه اینوتکس 2023 در خدمت آقای دهنوی نماینده مجلس شورای اسلامی هستیم. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، خیلی ممنون، خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم. سپاسگزارم. جناب آقای دهنوی، در مورد صندوق توسعه ملی صحبت کردید. می‌خواستم بدونم که مخاطبین ما می‌خوان بدونن که آیا صندوق توسعه ملی تا حالا قدمی برای سرمایه گذاری برداشته یا نه؟ خب این یکی از نقص‌هایی که ما داشتیم این بوده که نتونستیم از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان استفاده کنیم، در حالی که واقعاً من فکر می‌کنم شاید بالاترین اولویت رو برای این استفاده داشته حوزه دانش بنیان. یعنی صندوق توسعه ملی که عمدتاً منابع نفتی کشوره، خب نفت سرمایه آیندگانه و این باید بیاد در حوزه دانش بنیان که ارزش افزوده زیاد داره و سهم بسزایی می‌تونه در پیشرفت کشور داشته باشه هزینه بشه. تا الان این اشکال وجود داشته، نه صندوق‌های پژوهش فناوری نه صندوق نوآوری شکوفایی هیچ کدوم امکان اخذ عملیات صندوق توسعه ملی رو نداشتن برای اینکه منابع رو بیان هزینه کنن. اولا ثانیا مشکل دیگه‌ای که وجود داشت این بود که خود تسهیلات هم به حوزه دانش بنیان درصد بسیار بسیار پایینیش در واقع تخصیص داده شده. ما بنا داریم انشاءالله در قانون برنامه هفتم این رو اصلاح کنیم و سعی کنیم در واقع به نحوی برنامه ریزی کنیم در قانون برنامه که در سالهای آینده بخش عمده از منابع صندوق توسعه ملی، بخش خوبیش، نمیگم حالا عمدهش، ولی بخش خوبیش برای حوزه اقتصاد دانش بنیان تخصیص پیدا کنه. خیلی ممنون. به نظرتون آیا بیمه ها راضی میشن بیان شرکت های دانش بنیان رو ضمانت بکنن؟ ببینید یه مشکل دیگه که ما در حوزه دانش بنیان داریم اینه که امروز متاسفانه بیمه های تخصصی نداریم. به چه معنا؟ شرکت دانش بنیان میاد یک شرکت دانش بنیان محصولی تولید میکنه، خب برای اینکه مشتری از محصول استفاده کنه نیاز به یک اطمینان داره که اگه از این محصول استفاده کرد خسارتی به بار اومد کی اون خسارت رو پرداخت میکنه. اینجا ما نیاز به نهادهای تخصصی داریم در قالب بیمه های تخصصی که بیان محصولات دانش بنیان رو تضمین کنن. پیشنهاداتی اومده، شاید نیاز به قانونگذاری داشته باشه. ما در حال تهیه طرحی هستیم که تأسیس بیمه های تخصصی رو برای حوزه دانش بنیان انشاءالله تسهیل کنیم. انشاءالله. خیلی ممنون وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم. زنده باشید.